ویدیوهای جالب سیاسی، فرهنگی، تاریخی و ورزشی را از نوری پلاس دنبال کنید. لطف نموده چینل ما را سابسکرایب نمایید و از تازه های خبری آگاه شوید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، استفاده از بلنگو در ختم قرآن و نماز تراویح مکروه و ناپسند است. استاد عزیز احمد عنیب در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد استفاده از بلنگو در ختم قرآن و نماز تراویح به دلایل ذیل مکروه و ناپسند است. 1. کسانی که به دلایل امنیتی، مریضی، سالخوردگی و همچنان زنان و کودکان در مراسم ختم قرآن در تراویح اشتراک نمی کنند، نمی توانند به فکر آرام و حضور قلبی تراویحشان را در خانه ادا نمایند. 2. عده پس از ادای نماز فرض در مسجد دوست دارند نماز تراویح و همچنان ختم قرآن را یک جا با اعضای خانواده در منزل ادا کنند. صدای بلنگو در مسجد برنامه آنها را برهم می زند. 3. تعدادی از مردم دوست دارند که در آغاز شب و اختر بخوابند و در پایان شب برای ادای تهجد و ذکر و تلاوت قرآن وقت از خواب بلند شده برنامه آنها را نیز برهم می زند. 4. صدای بلنگو خواب را از چشم کودکان می رباید. برای دانش آموزان و ویژه کسانی که امتحان دارند نیز به شدت مزاحمت می کند. 5. استفاده از بلنگو فراتر از یک رسم عرفی ناشی از ذوق ارباب مساجد مصلحت شرعی را به دنبال ندارد. 6. با در نظر داشت مبنای آسانگیری در دین تلاوت قرآن در بلنگو، آن هم در شب های رمضان که خیلی از مردم احساس خستگی و کسالت می کنند، توجیه اخلاقی ندارد. 6. واقعیت امر نشان می دهد که 5% مردم به تلاوت قرآن در بلنگوها گوش نمی دهند. این خود نوع توهین به کلام الله پنداشته می شود. 7. با در نظر داشته آنچی گفته آمدیم و جز آذان گفتن، تلاوت قرآن در نماز تراویح و همچنان تبلیغ دینی، ترجمه و تفسیر قرآن و غیره در جریان روزها و شبهای رمضان از طریق بلنگو از منظر شر نیکو و پسندیده تلقی نمی گردد. استاد عزیز احمد عنیف.